سفر غیرمترقبه رئیس جمهور اوباما در هفته گذشته به افغانستان در واشنگتن به دیده یک سعی برای تغییر مسیر دادن تلاش‌های لغزنده جنگ نگریسته می شود. ما گفتیم که روند تزیید نیروی طالبان را در هم می شکنیم و این چیزی است که شما حال آن را انجام می دهید. شما از دفاع خسته شدید و حال به تعرض پرداخته. رهبران آنها را هدف قرار داده و آنها را از موضعشان کشیده و جزا می دهید. آقای اوباما در حال این مطلب را اظهار داشت که مشاورین و یک ارزیابی فراگیر از تأثیر اعزام 30,000 عسکر اضافی به افغانستان و به صورت کل مؤثریت استراتژی آمریکا را نهایی می سازند. در رابطه با استراتژی احتمالاً هیچ تغییر بنیادی به میان نخواهد آمد. فکر می کنم مهمتر و محتملتر از همه این است که در اواسط سال 2011 یک بازنگری وسیع صورت گیرد. زیرا تا آن وقت میتوان شاهد تغییرات بزرگی بود. اوهانلون بیشتر بر ترغیب پاکستان در امر خاتمه دادن به لانه های طالبان افغان به شمول حقانی و جنگجویانش اصرار می‌ورزد. اگر پاکستانی ها در برابر شبکه حقانی و طالبان افغانی که در قلمرو پاکستان مستقرند و تحمل ادامه دهند، تمام کوشش های ما به هدر خواهد رفت. لیزا کورتیس از بنیاد هریتیج نیز راجع به پاکستان و ناکامی آن در جلوگیری از حملات تندروان از قلمرو آن کشور اظهار نگرانی می کند. درباره ارتباطات پاکستان با شبکه حقانی گزارش های نهایت فراوان داده شده است. شبکه حقانی مسئول بعضی حملات خونبار علیه عساکر آمریکایی در افغانستان است. پالیسی سازان آمریکایی باید از خود بپرسند که ایالات متحده از دوستی پاکستان و دادن میلیاردها دلار کمک به آن کشور چی بهره میبرند. دیوید رادی یک خبرنگار سابق روزنامه نیویورک تایمز است که از سوی طالبان افغان اختطاف شده بود و بیش از 7 ماه را در اسارت طالبان به سر برد تا بالاخره توانست از یک مخفیگاه حقانی در منطقه سرحدی بین افغانستان و پاکستان فرار نماید. دیوید میگوید پاکستان هیچگاهی از طالبان دوری نخواهد گزید زیرا از نفوذ هند در افغانستان حراس دارد. وی همچنان به سنجش آن پیترسن سفیر سابق ایالات متحده در پاکستان که در ویکیلیکس برملا شده اشاره کرده و گفت اگر قابل توجیه باشد یا نه، ولی او گفته است که سرمایه گذاری روزافزون و تجارت هند و همچنان حمایت آن از حکومت افغانستان که ایالات متحده نیز آن را تشویق نموده سبب شده که پاکستان تمام گروه های طالبان را به خود نزدیک تر گرداند. در این سند سفیر همچنان گفته که هیچ مقدار پول این روابط را نمیتواند تیره سازد. وی می افزاید که کاستن تنش‌ها میان هند و پاکستان یگانه راه تأمین ثبات حقیقی در افغانستان و منطقه می باشد. احمد فؤاد لامی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.